در آمریکا ناسا پس از پرتاب موفقیت آمیز سفینه دراگون دو با دو فضانورد به مدار زمین فضانورد دیگری را به اعماق اقیانوس آرام فرستاده است جزئیات در برگردان گزارش آرش عرب اصدی. در ادامه موفقیت تاریخی در اکتشافات فضایی کتی سالیوان اقیانوس شناس و فضانورد ناسا در مأموریتی بی سابقه به عمیق‌ترین نقطه در کره زمین در عمق 11 کیلومتری در آبهای سواحل گوام در قلمرو آمریکا رفت. او در توییت نوشت 36 سال پس از راهپیمایی فضایی اولین زنی بودم که به عمیق‌ترین نقطه در اقیانوس رفتم. سالیوان در عکسی از فضانوردان ناسا که هفت سال پیش گرفته شده بود در کنار پم مروی دیده می شود. ناسا اخیرا نام او را در کنار نام کتی سالیوان و شمار دیگری از فضانوردان در تالار مشاهیر فضانورد در مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا قرار داده است. واقعا احساس خوبی دارم که اونایی که بهشون احترام میگذارم اینطور از من تقدیر کردند. ناسا مشغول مطالعه سازهایی است که نرمتنان در عمق ها تولید کنند تا شاید راههای ساخت آنها را برای زندگی انسان در کره ماه پیدا کند